احمدی شیرازی هستم، فارغ تحصیل رشته برق از دانشگاه University of California San Diego. بنده علی حقیقت هستم، دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه شیراز. علی رضا مسندی شیرازی هستم، فارغ تحصیل دکترا از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو. سال 2011 از فارغ تحصیل شدم از اون دانشگاه و 4 روز بعدش سوار هواپیما شدم و اومدم ایران که ایشالله خیر و شرم به کشور خودم برسه. سال 2013 یک سال بعد از اینکه دکترامو گرفتم برگشتم ایران. از همون اول متاسفانه به نظر می اومد همه برعکس بسیج شدن که هر طور شده ما رو دوباره پس بفرستن آمریکا. ابتدای این سال تحصیلی اقدامی از سمت دانشگاه شیراز اقدام صورت گرفت به صورت غیرقانونی برای اینکه ما رو تلاش کنن که از دانشگاه اخراج بکنن. امید اینا چی بود؟ که این بود که ما خودمون ول کنیم بریم، به درد سرش نیاز. واقعا برای ما درد سر، این همه برای ما اعصاب خردی درست کردن. الان هر ستای ما توی این چند سالی که درس دادیم میانگین ارزشیابی دانشجویی تمام این سالها رو اگر بگیریم هر ستامون بالای 4 هست، در حالی که میانگین استادای بخش 3.2 از 5 هست. والا انقلابی بودن فقط به شعار نیست، به عمله. وقتی پای منافع شما پیش بیاد و خدمتتون که اصلا حق همیه و یه طرف باشه، شما حق رو بپذیرید ولی منافع خودتون رو به زیر پا بذارید. به ما حقوق میدن تا 5 سال به اون حقوق میدن، ولی حق نداریم درس بدیم. این خیانت نیست، این خیانت نیست به کشور، خیانت نیست به دانشجو. ما الان داریم حقوق دریافت میکنیم از بیت المال، ولی خودشون اجازه نمیدن که ما هیچ کاری بکنیم. انگار که جزام داریم و با هیچ دانشجویی نباید کوچکترین ارتباطی حتی داشته باشید. پشت پرده چه مشکلی دارن با ما؟ وقتی که ارزشیابی دانشجویی میگه که ما باید نمره عالی بگیریم، معیارشون پس چی هست که برای ما آموزشی ضعیف دادن؟ چیزی که داره اتفاق میفته زور و قدرت هست که چون پشتشون به پشت هم گرمه به راحتی انجام میدن. سیستم تو دانشگاه شیراز اون چیزی که کارا رو پیش میبره قدرت زوره. هر کی زورش بیشتر باشه کارش بیشتر پیش میره. دانشگاه هستن که خدمتتون که اصلا پولای میلیاردی میگیرن برای پژوهش، ولی که همه رو صرف منافع شخصی خودشون میکنن و نمیان اونو صرف واقعا پژوهش بکنن. آخرش که نگاه میکنیم نه مسئله آموزشی هست، نه مسئله پژوهشیه، مسئله یه چیز دیگه. مسئله اینه که اینها افرادی که میخوان استخدام کنن در دانشگاه یک سری افراد بله قربانگو میخوان که هر چیزی بهشون بگن بگن چشم قربان. حالا هر چندم که اون چیزی که ازشون میخواد قانونی باشه میخواد قانونی نباشه. و حتی کار به جایی کشید که در یه جلسه کاملا غیر قانونی از شخص بنده خواستن که تو باید بیای امتحان تو ما طراحی بکنیم، سوالای امتحانی تو هم حتی ما تصحیح بکنیم به خاطر اینکه نمراتت درست نیست و سنت ما رو رعایت نمی‌کنی. منم بهشون گفتم که حق و حقوق خودم رو میدونم چی هست، حق دارم خودم سوال طراحی کنم، خودم تصحیح کنم، زیر بار این درخواست غیرقانونی شما نمیرم و از اون جلسه بلند شدم اومدم بیرون. رؤسای دانشگاه چجوری انتخاب میشن؟ من خیلی رک براتون بگم، رؤسای دانشگاه چجوری انتخاب میشن؟ رئیس ستادهای انتخاباتی مثلا اون شهر یا استان بودن و اون نفری که رئیس جمهوری که پیروز میشه، خب برای اینکه بخواد خوشخدمت در واقع تقدیر بکنه از خوشخدمتی اینها، یه سری پستای رو بین اینها چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه. قائم مقام حالا قبلی دانشگاه که نگاه میکنه، حالا اخیرا عوض شدن ظاهرا، که نگاه میکنه ایشون رئیس ستاد انتخابات آقای دکتر روحانی بودن تو شیراز. وقتی که اینجوری عمل بشه یعنی چی؟ یعنی دارید عملا دارید به جامعه میگید علم کشکه. ما حتی وقتی که به خود بازرسی وزارت علوم هم شکایت کردیم، تنها صحبتی که ایشون از جمله اولش تا جمله آخرش با ما انجام داد این بود که شما چرا رفتید با خبرگزاری شیرازه و فارس نیوز مصاحبه کردین. یعنی یک صحبت کاملا سیاسی. حقیقت تلخ قضیه از نظر من، چیزی که من تجربه کردم، این هست که توی دانشگاه
این گفتنش خیلی سخته، ولی روکو پوسگنده میگم تو دانشگاه ادای علم تولید کردن رو در میاریم. اساتید خیلی هاشون به دنبال این هستن که اون امتیازهای لازم و شخصا به دست بیارن که بتونن ارتقا پیدا بکنن، حالا به هر طریقی. آمار خودکشی ها رو تو دانشگاه شیراز ببینید، واقعا این دانشگاه باید اینجوری باشه؟ باید خودکشی داخلش باشه؟ دانشجویی که مثلا همش فردا بشه مثل خود همین اساتید به فکر منافع شخصی خودش باشه به چه درد کشور ما میخوره؟ این فردا چه مشکلی از صنعت کشور ما رو برطرف میکنه؟ بدون رو درواسی باید گفت که هدف از راه اندازی دانشگاه ها داخل کشور ما این نبوده که مشکل صنعت ما حل بشه، بتونیم مشکلات جامعه رو حل بکنیم. مشکل ما اینه که ما بله قربانگو تام نبودیم، کارهای غیرقانون اینها رو در واقع قبول نمی کردیم و اعتراض می کردیم. به خاطر این اعتراضمون بدو شدیم، به خاطر این اعتراضمون تو لیست سیاه رفتیم. این اقداماتی که حالا انجام میدن فقط در حقیقت یه تلاشای به قول معروف نافرجام انسانی که داره در حقیقت آخر زندگیشو در حقیقت تجربه میکنه. من اگر بخوام میتونم همین فردا صبح نیویورک باشم، ولی هنوز اینجام. من فکر میکنم که آرزوشونه که ما ول کنیم بریم آمریکا، از دستمون راحت بشن، ولی ما این کارو نمی کنیم به خاطر اینکه به فکر منافع شخصی خودمون دیگه الان نیستم، به فکر این هستم که این حق ثابت بشه. و این یه مدال افتخار برای ماست که اگه ما را از دانشگاه اخراج میکنن یعنی که ما مثل اینا فکر نمی کنیم.